سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. خانواده ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته، سرانجام پس از 73 روز بلا تکلیفی تصمیم گرفتند جنازه او را بسوزانند. تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا، با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته خانواده آقای فرای نمیدانند با خاکستر این ایرانشناس برجسته چه کنند. ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی، 7 فروردین ماه در سن 94 سالگی در شهر بوستون درگذشت. به 15 کتاب درباره تاریخ و فرهنگ ایران نوشت. نلسون فرای که شیفته فرهنگ ایران بود، وصیت کرده بود در اصفهان دفن شود. برخی از نمایندگان مجلس و محافظه‌کاران تندرو با اجرای وصیت او مخالفت کرده بودند. بنابر گزارش ها، مهدی خزعلی برای 7 بار پس از حوادث سال 88 بازداشت شد. ظاهرا علت دستگیری او افشاگری درباره محمد رضا مهدوی کنی، رئیس در حال احتضار مجلس خبرگان است. یکی از نزدیکان آقای خزعلی گفته است 3 تیم عملیاتی ماموران اطلاعات برای بازداشت وی به محمودآباد رفته بودند و مهدی خزعلی را مانند بازداشت های سابق با خشونت بازداشت کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در حال حاضر مهدی خزعلی که اعتصاب قضا کرده است به بند اعدامی های زندان رجایی شهر منتقل شده است. مهدی خزعلی فرزند ابوالقاسم خزعلی از روحانیون محافظه‌کار عضو مجلس خبرگان رهبری است. وزیر امور خارجه ایران میگوید وقایع اخیر این کشور جنگ بین شیعه و سنی نیست، بلکه توطئه خارجی هاست. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در دیدار با وزیر امور منابع انسانی و کار سودان گفته است کشورهای مؤثر اسلامی باید با هوشمندی و با نگاهی راهبردی به این تحولات بنگرند و مانع از تفرقه افکنی دشمنان جهان اسلام میان فرق اسلامی شوند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، با تاکید بر امن بودن مرزهای ایران گفته است آمریکایی‌ها به بهانه 11 سپتامبر به کشورهای افغانستان و عراق حمله کردند و قصد داشتند تا به ایران نیز تعدی کنند. اما وقتی آمادگی 100% مردم و نیروهای مسلح کشورمان را دیدند، از این فکر پشیمان شدند و وقتی دیدند با اقدام نظامی علیه کشورمان راه به جایی نمیبرند، به سمت ناامن کردن شرایط داخلی کشورمان روی آوردند که محصول آن فتنه 88 بود. همزمان با ادامه رایزنی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1، سخنگوی سازمان انرژی اتمی از احتمال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران خبر داد. بهروز کمالوندی برداشتن تحریم‌ها را پیش شرط پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت اگر ایران و 5 به علاوه 1 برای برنامه اقدام مشترک جامع به توافق برسند، تنها چیزی که باقی میماند بحث شفافیت بیشتر است که بحث پروتکل الحاقی نیز در این بین قرار دارد. البته بحث شفافیت به نحوی که مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. وی در خصوص شروط دیپلمات‌های ایران برای پذیرش پروتکل الحاقی گفت کشورهای دنیا مجبور نیستند پروتکل الحاقی را امضا کنند یا بپذیرند و اگر میپذیرند تحت شرایطی آن را امضا میکنند و اگر تحریم ها برداشته شود خصومت ها از بین رود و همه مسائل در خصوص پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا 5 به علاوه 1 نگرانی بی موردی نداشته باشد حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی از مزایای پروتکل الحاقی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس می‌خواهد به شکل سرزده به مکان‌هایی که مد نظرش است دستیابی پیدا کند و به همین دلیل بحث پروتکل الحاقی را مطرح می‌کند. او در پاسخ به این سوال که آیا سازمان انرژی اتمی یا وزارت خارجه برای تصویب پروتکل الحاقی در مجلس اقدامی انجام دادند گفت نماینده مجلس در سطح رئیس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورای عالی امنیت شرکت دارد و در جریان موضوعات قرار دارند
و این نیست که مسئله ابتدا به ساکنی باشد و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس مذاکرات را کاملا بررسی می‌کنند. کمالوندی افزود طبق برنامه اقدام مشترک ژنو امضای پروتکل الحاقی جزی از برنامه جامعه هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود. دولت می‌تواند بر اساس بررسی‌های خودش و بر اساس مصلحت و برای پیشرفت در مذاکرات پروتکل الحاقی را بپذیرد، اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد. کمالوندی افزود در مذاکرات وین 4 و وین 5 حرکت کند رو به جلوی داشتیم و نمیتوانیم بگوییم خوشبین یا بدبین هستیم و در مذاکرات آینده باید ببینیم آیا آنها میتوانند با واقعیت ها کنار بیایند و قبول کنند که جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های مهمی در حوزه هسته‌ای داشته و فشارهای آنها موجب نشده که حرکت ما متوقف شود و اگر فشارها حرکت‌های ما را متوقف نکرده است، طبیعتاً مذاکرات نیز نمی‌تواند حرکت ما را متوقف کند. او افزود ما می‌خواهیم پیشرفت‌هایمان توأماً با نگرانی آنها نباشد و هدفمان این است که با اقدامات مسالمت‌آمیز کاری کنیم که هم آنها به حقوق ما احترام بگذارند و هم ما به نگرانی آنها احترام بگذاریم و سعی کنیم نگرانی هایشان را با روش های فنی و حقوقی برطرف کنیم. پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران امکان بازرسی های سرزده و جامع تر از تأسیسات هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم خواهد کرد. پروتکل الحاقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی امضا شد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. ایران و گروه 5 به علاوه 1 که در سوم آذر ماه سال گذشته به یک توافق اولیه و موقت هسته‌ای در ژنو رسیدند، همینک در حل ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی هستند. یک رسانه عرب زبان از اعدام رؤوف عبدالرحمن قاضی صادر کننده حکم اعدام صدام دیکتاتور سابق عراق به دست گروه تروریستی داعش خبر داد. این گروه تروریستی این قاضی را به انتقام اعدام صدام اعدام کرده است. مقامات عراقی این خبر را نه تایید و نه تکذیب کردند. طی روزهای اخیر و پس از اشغال موسل اخبار زیادی درباره همسویی هواداران صدام حسین با داعش منتشر شده است. پس از گذشت دو هفته از آغاز عملیات گسترده گروه تروریستی داعش، آمریکا و اتحادیه اروپا بر لزوم تشکیل دولتی فراگیر متشکل از نیروهای سنی، شیعی و کرد در عراق تاکید کردند. گروه اسلامگرای افراطی داعش که تاکنون قسمت‌های وسیعی از شمال عراق را تصرف کرده، در حال پیشروی به سمت بغداد است. وزیر امور خارجه ایالات متحده اطمینان خاطر داد که کشورش از دولت عراق به صورت پایدار و قوی حمایت خواهد کرد. در همین روز بغداد به واشنگتن نیز ضمانت قانونی داد که از نیروهای ویژه آمریکایی در عراق محافظت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در بغداد ضمن تأکید بر حمایت قوی و پایدار آمریکا از عراق تأکید کرد که یک پارچگی تنها زمانی به این کشور باز می‌گردد که رهبران عراق گام‌های لازم را برای متحد کردن مردم این کشور بردارند. وی افزود که نوری المالکی نخست وزیر عراق چند مرتبه تأکید کرده است که از دهم تیر ماه برای ایجاد دولتی جدید با حضور سیاستمداران سنی و کرد و دادن سهمی از قدرت به آنها اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت. در همین حال کاخ سفید گفت که دولت عراق رسماً به نیروهای ویژه آمریکایی که قرار است به عنوان مشاور به عراق اعزام شوند مسئولیت قضایی داده است. جاش آرنست سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفت این تضمین در یادداشتی دیپلماتیک به آمریکا داده شده است. باراک اوباما پیشتر اعلام کرده بود که 300 مشاور نظامی آمریکایی برای کمک به ارتش عراق در مقابله با نیروهای داعش فرستاده می شوند. نیروهای آمریکایی پس از آنکه دولت نوری المالکی از دادن مسئولیت قضایی به آنها خودداری کرد، به طور کامل از عراق بیرون برده شدند.
سفر جان کری به عراق در حالی است که قرار است کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی نیز امروز شنبه در بروکسل با جان کری درباره بحران عراق به رایزنی بپردازد. پس از آن قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو پیمان آتلانتیک شمالی با هم ملاقات و درباره وضعیت عراق بحث و تبادل نظر کنند. همزمان با دیدار کری از بغداد، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ کمک مالی انسان دوستانه خود به عراق را از 5 میلیون به 12 میلیون یورو افزایش دادند. افزایش کمک مالی اتحادیه اروپا به عراق بیش از همه متوجه منطقه کردنشین این کشور خواهد بود که همکنون پذیرای صدها هزار آوار است. در بیانیه‌ای که از سوی اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است، اتحادیه اروپا بسیار نگران بحران انسانی است که در جریان شکل گیری است و بخصوص نگران بیرون رانده شدن وسیع غیر نظامیان بر اثر گسترش درگیری هاست. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین پیشروی پیکارجویان داعش را به شدت محکوم کردند. در همین حال داعش در عراق میگوید که پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق را به طور کامل به تصرف خود درآوردند. شبه نظامیان داعش در 10 روز گذشته پالایشگاه بیجی را محاصره کرده بودند و نیروهای ارتش عراق در چند نوبت توانستند حمله آنها را متوقف کنند. این پالایشگاه 1/3 سوخت مصرفی در عراق را تأمین می کند و محاصره آن باعث کمبود سوخت در این کشور شده بود. این گروه تروریستی در روزهای گذشته تسلط خود بر بخش‌های شمالی و غربی عراق را گسترش داده بودند و همه گذرگاه‌های مرزی با اردن و سوریه را تصرف کردند. یک سخنگوی داعش گفته است که اداره پالایشگاه بیجی به عشیره‌های محلی در استان صلاح الدین واگذار خواهد شد. شبه نظامیان داعش در چند روز گذشته دامنه تصرفات خود را گسترش دادند و به گزارش رسانه‌ها آنها می‌خواهند دومین سد بزرگ عراق با یک نیروگاه برق آبی به لحاظ استراتژیک مهم نیز به تصرف خود درآورند تا کنترل منابع مهم آب و برق کشور را در دست داشته باشند. نیروهای داعش همچنین کنترل چند نقطه در مرز سوریه و اردن را در دست گرفتند. اردن روز دوشنبه بر شمار نیروهای نظامی خود در مرز این کشور با عراق افزود. طول این مرز به 180 کیلومتر می‌رسد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره استعفایش به خبرنگاران گفت استعفای او نه به خاطر فشارها بلکه به منظور جلوگیری از بحران در افغانستان است. وی دخالت خود در تقلب‌های ادعا شده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. ستاد اشرف غنی احمدزی استعفای وی را یک اقدام شجاعانه خواند. حمیدالله فاروقی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در یک کنفرانس خبری نوار صوتی منصوب به امرخیل که روز گذشته از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله منتشر شد را جعلی خواند. روزهای شنبه و یک شنبه هزاران تن از طرفداران عبدالله عبدالله به خیابان‌ها آمده و به نفع او تظاهرات کردند. آقای عبدالله روز 28 خرداد خواستار توقف شمارش آرا شد و در کنفرانس خبری با اشاره به تقلب گسترده و سازماندهی شده در انتخابات به همکاریش با کمیسیون انتخابات تا برآورده شدن خواستهایش پایان داد. قرار است نتیجه دور دوم انتخابات 2 ژوئیه اعلام شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای محکومیت شماری از خبرنگاران شبکه الجزیره به زندان را در مصر مغایر با وعده‌های دولت جدید این کشور و ضربه‌ای به روند گذار در مصر خواند. دادگاهی در قاهره روز دوشنبه 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را از جمله به اتهام کمک به سازمان تروریستی از طریق انتشار اکاذیب به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرد.
پیشتر تلویزیون الجزیره برنامه ویژه از مصر پخش میکرد. این برنامه به تریبون اسلامگرایان تندرو و تروریست های اسلامی تبدیل شده بود. اما گزارشی داریم از محمد رضا شاهید، خبرنگار ما در پاریس، از سفر امیر قطر به این کشور. همونطور که در گزارش دیروز هم شنیدید، شب گذشته امیر قطر با آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگوی داشت. البته انتظار آنچنانی هم وجود نداشت، هنوز قرارداد فروش هواپیماهای رافال 36 فروندی که قرار بود امضا نشد، اما امضاهای دیگری انجام گرفت، از جمله ساخت یک خط مترو توسط دو کمپانی معظم فرانسوی آلستون و ونسی به مبلغ 2 میلیارد یورو. قرارداد دیگری که انجام شد بین دو دولت آموزش دیپلمات‌های قطری هست توسط فرانسه که جزئیاتش رو در آینده برای شما خواهم گفت. روی هم رفته در این دیدار بجز بیانیه‌های رسمی در مورد عراق و سوریه هم قطعا صحبتی شده، اما اثری از اون نمی‌بینیم. می‌دونید که بعد از سفر آقای جان کری به عراق دیروز و دیدارش با آقای المالکی و همینطور سفر به منطقه خودمختار کردستان، فرانسه در مورد عراق ساکت نیست و اظهار نظرهاش رو علنی گفته. حتی چند وقت پیش آقای برنارد کوشنر گفته بود که باید آقای المالکی استعفا بده، که البته بعدها عذرخواهی انجام گرفت. هفته پیش هم آقای فابیوس گفته بود ما نگران آقای المالکی نیستیم، بلکه نگران دولت عراق هستیم. اجازه بدید در مورد قطر نوشته ای رو از روزنامه لوموند خدمتون گفته باشم. لوموند میگوید که قطر هم پیراهن فوتبال بارسلون رو به تن داره، هم در سهام معظم‌ترین شرکت فرانسوی لگاردر سهام داره، هم در کنار شورشیان سوریه هست و هم زمانی در کنار ژنرال محمد مرسی قرار داشته. حکایت اون رو همگی میدونیم. به هر حال به خاطر الجزیره هم که شده قطر عنوان قهرمان اسلامی سیاسی منطقه رو به خودش داره. البته هنوز شایعات درباره نزدیکی قطر به اخوان المسلمین در دو دستگی قرار داره. فرزند 34 ساله امیر قطر که گفتم شیخ تمیم بن حامد النهانی هست، او راه پدر رو دنبال نمی کنه و تغییراتی رو از همین ابتدای کار رسما و علنا به عهده گرفته. به هر حال از اونجایی که این روزها صحبت از فوتبال هست، باید به یاد داشته باشیم که در سال 2022 قطر برگزار کننده مسابقات جام جهانی است و میتونیم از همین حالا امیدوار باشیم که ایران در آن سال قهرمان بین المللی و جهانی باشه. پاریس، تلویزیون ایران فردا. احمد توکلی نماینده مردم تهران از تأکید علی خامنه ای بر مبارزه مجلس با مفاسد خبر داد. این نماینده اصولگرای مجلس که خود متهم به زمین خواری است وعده داد که فساد 650 میلیون یورویی را پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد که این پیگیری به نتیجه برسد. گفته می شود فساد 650 میلیون یورویی رانتی است که دولت روحانی آن را در اختیار یکی از رانتخاران قرار داده است. محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور پیشتر در مجلس گفته بود فردی که رانت 650 میلیون یورویی دریافت کرده از بدهکاران بانکی است که بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از روند برگزاری جلسات این ستاد انتقاد کرد و میگوید بر اساس مدارک پرونده حساب‌های شخصی برای برخی مدیران باز شده بود و درآمد ستاد حمل و نقل سوخت به جای نوسازی ناوگان حمل و نقل به حساب‌های شخصی واریز شده است. همچنین در سال 85 قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از چین خریداری شود که بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود نیست. با گذشت 18 ماه از تصویب این تحقیق و تفحص هنوز نتیجه آن مشخص نشده و نتیجه آن از تریبون صحنه علنی مجلس نیز قرائت نشده است. آقای کریمیان گفته بدون اعلام نتیجه تحقیق و تفحص در این خصوص عملا این پرونده مختومه شده است.
وزارت نفت ایران 15 قرارداد توسعه میادین نفتی ایران را به منظور سرعت بخشیدن به روند گسترش میادین مشترک فسخ کرده که 3 مورد آن متعلق به سپاه پاسداران است. پیش از این نیز معاون وزیر نفت ایران از تعلیق 4 قرارداد ایران برای ساخت پالایشگاه در سوریه، اندونزی و مالزی خبر داده بود. همچنین اردیبهشت ماه امسال وزارت نفت ایران 1 قرارداد 2.5 میلیون دلاری با یک شرکت چینی را لغو کرد. به گفته ناظران وزیر نفت ایران اگرچه از رودررویی مستقیم با سپاه پرهیز می کند، اما با لغو برخی قراردادها و با انتقاد از ناتوانی پیمانکاران خاتم الانبیا فضا را برای خلعیت این شرکت فراهم کرده است. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از افزایش نرخ بیکاری در بین تحصیل کردگان خبر داد. به گفته وی یک تغییر در محتوای بیکاری رخ داده است. تا جایی که قبلا بیکاری تنها در قشر کم سواد و بی سواد بود، اما در سالهای اخیر بیشتر افراد با تحصیلات عالی بیکار هستند. یک نماینده مجلس میگوید طرحی جدید برای نظارت بر صدا و سیما در حال تدوین است که بر اساس آن شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما میتواند پیشنهاد عزل رئیس این سازمان را ارائه کند. انتقادات از صدا و سیما در هفته‌های اخیر بالا گرفته است. در تازه‌ترین نمونه روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت این سازمان نباید حیات خلوت برخی افراد خاص شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رمضان شجاعی، عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما می‌گوید که طرحی جدید برای نظارت بر صدا و سیما در حال تدوین است که این طرح هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس نهایی شده و در انتظار آمدن به صحنه علنی است. رمضان شجاعی مهمترین هدف ارائه طرح جدید را جلوگیری از جناحی عمل کردن و همچنین نظارت بیشتر بر عملکرد بودجه‌ای این سازمان عنوان کرده است. وی از افزایش نظارت بر سازمان صدا و سیما خبر داده و افزوده است بر اساس طرح نظارت بر اداره صدا و سیما، رئیس این سازمان باید به شورای نظارت بر صدا و سیما گزارش عملکرد خود را ارائه کند و از سوی دیگر هر زمان که شورا تخلفی در صدا و سیما دید یا سوالی داشت، رئیس سازمان باید به شورا پاسخگو باشد. این نماینده مجلس ادامه داده است در طرح نظارت بر اداره صدا و سیما وجه نظارتی شورای نظارت با ضمانت اجرایی بیشتری اجرا می شود. وی در پاسخ به این پرسش که این ضمانت اجرایی چگونه اعمال می شود گفت در این طرح ارتباط صدا و سیما با قوای سگانه به روشنی مطرح شده است که چگونه نمایندگان سه قوه در شورای نظارت حضور داشته باشند و نحوه نظارت چگونه است و نتیجه گزارش به چه صورت خواهد بود. عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما افزود در این طرح پیش بینی شده است که در صورت پاسخگو نبودن رئیس سازمان صدا و سیما، شورا می تواند پیشنهاد عزل او را اعلام و به رهبر معظم انقلاب ارائه کند. در واقع تفاوت طرح جدید نظارت بر صدا و سیما با وضعیت کنونی در این است که این شورا برای برخورد با رئیس غیر پاسخگوی احتمالی صدا و سیما ابزارهای اجرایی بیشتری دارد. شجاعی با یادآوری اینکه بر اساس قانون فعلی رئیس سازمان صدا و سیما پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی نیست ادامه داد در صورت تصویب نهایی طرح اداره سازمان صدا و سیما بازبینی در درون سازمان عمل کرد، مسائل فرهنگی و نحوه برنامه سازی در سازمان صورت می گیرد. به گفته او، انتخاب اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما و نحوه اعمال نظارت و ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح از جمله مواردی است که در طرح اداره صدا و سیما لحاظ شده است. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اصل رئیس سازمان صدا و سیما مغایرتی با اصل 175 قانون اساسی ندارد گفت تمام جزئیات این طرح به طور کامل از سوی کارشناسان رسانه و مرکز پژوهش‌ها و همچنین اداره قوانین مجلس بررسی شده است و آنان موردی مغایر با اصل 175 ندیدند.
از سوی دیگر بعید می‌دانیم که شورای نگهبان نیز ایراد اساسی به این طرح داشته باشد، چرا که شورا فقط پیشنهاد عزل را به رهبری ارائه می‌کند و مطابق اصل 175 دستور آخر را ایشان صادر می‌کنند. طرح جدید نظارت بر صدا و سیما در حالی مطرح می شود که عملکرد این سازمان در سالها و به خصوص هفته های اخیر مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. در تازه ترین انتقاد روز گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت برخی برنامه های صدا و سیما علیه قوه قضاییه عنوان مجرمانه دارد و این سازمان نباید حیات خلوت برخی افراد خاص شود. آقای لاریجانی گفت از صدا و سیما گلایه مندم، زیرا برخی برنامه هایش درباره قوه قضاییه 100% مخرب بود. در این برنامه ها بدون حضور طرفین و به صورت یک جانبه دستگاه قضایی را به محاکمه کشیدند. لاریجانی اضافه کرده بود در یک برنامه مجری و تهیه کننده دست به دست هم می دهند و قوه قضاییه را یک جانبه محاکمه می کنند که به نظر من این کار عناوین مجرمانه دارد. رئیس قوه قضاییه افزوده بود در سال حدود 14 میلیون پرونده در دستگاه قضایی دیده می شود و برای تهیه کننده مجری و رئیس تأسف می خوریم. گفتنیست این برای نخستین بار است که رئیس قوه قضاییه از صدا و سیما که نهادی زیر مجموعه علی خامنه‌ای محسوب می شود به صورت علنی انتقاد می کند. انتقاد از برخی اقدامات و احکام قوه قضاییه در جمهوری اسلامی میتواند منجر به بازداشت و زندان شود. طی 3 سال گذشته ده ها نفر به خاطر انتقاد از عملکرد این قوه احضار، بازجویی، دادگاهی و حتی زندانی شدند. نهاد بین المللی ناظر بر تسلیحات شیمیایی از خروج آخرین محموله سلاح‌های شیمیایی سوریه از این کشور خبر داد. سازمان منع تسلیحات شیمیایی که بر روند خروج این تسلیحات از سوریه نظارت می‌کند اعلام کرد کشتی حامل این محموله بندر لازقیه در غرب سوریه را ترک کرده است. این سلاح‌ها در نهایت روی یک ناو ویژه آمریکایی در محلی اعلام نشده روی دریای مدیترانه نابود می‌شوند. وزیر انرژی ترکیه گفته است نخستین بخش از فروش نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه بالغ بر 97 میلیون دلار بوده که این مبلغ به حساب عراق در بانک خلق ترکیه واریز شده. به گفته صادرات نفت شمال عراق به این بندر همچنان ادامه دارد. میثاق بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. روز گذشته آقای تانریلدیز وزیر انرژی و منابع ترکیه اعلام کرده که نخستین مبلغ حاصل از فروش نفت شمال عراق که از مسیر ترکیه ترانزیت و بارگیری میشه در بانک خلق واریز شده. مضاف بر اینکه ایشون گفتن که صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه به بازارهای بین المللی ادامه داره و متوقف نشد. البته این کشمکش چند ماهه میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر فروش نفت و اینکه چه کسی مجاز به فروش اون هست هنوز ادامه داره. میدونیم طبق قراردادی که سال گذشته اقلیم کردستان با دولت ترکیه امضا کرد، نفت شمال عراق با وساطت ترکیه و از طریق بندر جیهان این کشور به بازارهای جهانی عرضه میشه. حالا برای اختلاف اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق پیرامون این موضوع، اخیراً مسئله صدور بخشی از این محموله نفتی و فروش اون به اسرائیل هم حاشیه‌ای رو در پی داشته. البته آقای ایلیز در این رابطه گفتن که در بازار نفت طبیعی است که برای خریدار اولیه و ثانویه ممکن هست نفت فروخته شده به مکان دیگه هم ارسال بشه و این مسئله ترکیه نیست و ترکیه در اون دخالتی نخواهد کرد، چرا که برگزار کنندگان مزایده برادران عراقی ما هستن. نما آن چیزی که به ما گفتن این هست که نفت در بازارهای عمومی مدیترانه فروخته شده. آنطور که از گفته های اخیر آقای ایلیز برمیاد، تا کنون 3 محموله از این نفت ذخیره شده بارگیری شده و بارگیری محموله 4 هم از شب گذشته آغاز شده. در خصوص مبلغ دریافتی حاصل از فروش این محموله ها هم آنطور که مشخص هستش حدود 97 میلیون دلار هست که این مبلغ اسناد فروشش به نام دولت عراق صادر شده و به بانک خلق ترکیه به صورت امانی واریز شده. بنابر آخرین اطلاعات که در این زمینه از سوی مقامات ترکیه اعلام شده و خب خود آقای ایلیز هم اونو تایید کردن، حدود 2.5 میلیون بشکه نفت شمال عراق در بندر جیهان در طی مدت ذخیره شده بود که فرایند بازاریابی، فروش و بارگیری اون
ادامه داره. طبق توافقی هم که میان اقلیم کردستان و دولت ترکیه پیشتر در این باره صورت گرفته، حق ترانزیت دولت ترکیه از نفت صادراتی شمال عراق 1 دلار در ازای هر بشکه خواهد بود که در شرایط کنونی امکان صدور سالیانه 500,000 بشکه از این حوزه نفتی وجود داره. هنوز البته همونطور که گفتیم اختلاف بر سر این مسئله میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به قوت خودش پابرجاست. دولت ترکیه هرچند اعلام کرده در این مسیر تنها نقش یک واسطه و میانجی رو میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور داره، اما با این همه اخیراً وزارت نفت عراق اعلام کرده از این بابت به اتاق بین المللی تجارت شکایت خواهد کرد. اما یک خبر کوتاه هم خارج از حوزه سیاست. با بالا گرفتن تب فوتبال و برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال و به ویژه نمایش تحسین برانگیز تیم ملی کشورمون در روزهای گذشته شاهد واکنش‌ها و تحسین اغلب رسانه‌های خارجی در این باره بودیم. در ترکیه هم این موضوع بازتاب خاص خودش رو داشت. مشخصاً به بخش ورزشی شبکه تی‌آر‌تی ترکیه اشاره بکنم که بازی خوب بچه‌های ما تحسین و شگفتی گزارشگر بازی رو در پی داشت، به شکلی که بارها در طی گزارش گفت که تنها به یمن معجزه بود که دروازه آرژانتین باز نشد. از سوی دیگه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه هم اظهار نظر در مورد این بازی هم دیده میشه. جمله‌ای که میتونم بگم در این اظهار نظرها شخصا دیدم این بود که کاربران اظهار میکردن که ایران حیف بود. بر روی ما هم به نوبه خودمون از این بابت خوشحالیم و سپاسگزاریم از بچه‌های تیم ملی کشورمون. امیدواریم که نام ایران عزیز در هر کجای جهان همواره بلند آوازه باشه و دل ایرانیان هماره شاد. خبرگزاری بسیج در خبری حیرت انگیز مدعی شد اطلاعاتی از یک نوع کفش زنانه به دست آورده که نشان می‌دهد با پوشیدن برخی کفش‌ها به دلیل فشار بدن بر انگشتان پا رفته رفته انگشتان پا را پهن کرده و در نسل‌های بعدی پای زنان شبیه به سم حیوانات می‌شود. فشار بر زنان ایران برای تعیین نوع پوشش آنها در جمهوری اسلامی همواره وجود داشته است، اما در سالهای اخیر و با شکست سیاست‌های تهاجمی و بگیر و ببند جمهوری اسلامی در این زمینه، رسانه‌های رژیم ایران رو به خرافه‌گستری روی آوردند و با جعل روایات و احادیث می‌کوشند بر نوع پوشش زنان تأثیر بگذارند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگویی از ابراز تمایل کارلوس کیروش برای تمدید قراردادش با ایران خبر داد و گفت بحث‌هایی در مورد تمدید قرارداد 6 ماهه مطرح شده، اما ما قرارداد 3 ساله با کیروش را می‌خواهیم و قصد داریم او را برای جام جهانی بعدی هم حفظ کنیم. آقای کفاشیان گفته آقای کیروش برای ادامه همکاری 2 شرط دارد. یکی اینکه مبلغ قرارداد او تأمین شود و دوم اینکه امکانات و لوازم مورد نیاز برای او فراهم شود. امیدواریم دولت با ما همکاری لازم را انجام دهد تا این سرمربی بزرگ را در ایران حفظ کنیم. رئیس فدراسیون فوتبال در مورد پیشنهاد آفریقای جنوبی به کیروش و عقد قرارداد با او گفت عقد قرارداد کیروش با آفریقای جنوبی در حد شایع است و گزینه اول آقای کیروش ایران است، اما باید خواسته های او برای ادامه همکاری فراهم شود. این بود مجموعه خبرهای امروز ما. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.